دستاوردها. رهبران حکومت یک سال گذشته میلادی را سال بقای حکومت نامیده بودند. در این سال حکومت در بخش اقتصادی توانست روند بازرگانی را با کشورهای منطقه نسبت به هر زمان دیگر بهبود بخشد. در نخستین گام در این زمینه بر پاکستان فشار وارد کرد و میزان صادرات و واردات را با این کشور بیش از 30% کاهش داد و بر بهبود روند بازرگانی با ایران، هند، چین و کشورهای آسیای میانه ادامه داد. دو، در چند ماه گذشته روند بازرگانی از طریق خط آهن با چین و ترکمنستان آغاز شد. بر بنیاد آمارها در 3 ماه گذشته 1000 کانتینر کالاهای مورد نیاز از چین وارد کشور شده که روند داد و ستود با چین بی پیشینه دانسته می شود. 3. توافقنامه گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان، ایران و هند از طریق بندر چابهار ایران امضا شد. اکنون سرمایه گذاری های 3 کشور در این بندر ادامه دارد. 4. توافقنامه روابط بازرگانی کارگوی هوایی میان افغانستان و هند امضا شد و تا چند ماه دیگر داد و ستود از این طریق آغاز می شود. 5. از سوی هم افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورد که اکنون دروازه 163 کشور جهان در بخش تجارت بر روی افغانستان باز شده است. 6. بر بنیاد آمار رسمی در کمتر از 1 سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی در کشور سرمایه گذاری شده است. 7. گشایش کار پروژه تاپی یا انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند و همچنان گشایش پروژه کاسا 1000 یا انتقال 1000 مگاوات انرژی برق قرقیزستان از خاک افغانستان به پاکستان انجام شد. 8. گشایش بند سلما و اعلام ساخت و بازسازی 21 بند برق دیگر از سوی حکومت نیز صورت گرفته است که اکنون کار عملی بند برق گمبیری، شاهتوت، بخش‌آباد و چک وردک آغاز شده و نقشه برداری متباقی بندها از سوی وزارت انرژی و آب ادامه دارد. 9. برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز شده که قرار است در این برنامه در 1 سال آینده پروژه های گوناگون توسعه‌ای به ارزش 1 میلیارد دلار آمریکایی در کشور هزینه شود و این برنامه تا 10 سال آینده ادامه دارد. چالش ها. بزرگترین چالش فراراه حکومت در عرصه رشد اقتصادی، فساد اداری و نبود امنیت دانسته شده است. 1. بر بنیاد پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان، امسال شهروندان کشور 3 میلیارد دلار را برای انجام کارها به دولت رشوه پرداختند. به باور این نهاد، تا زمانی که حکومت بدون گرفتن رشوه و زورگیری خدمات بهتر را برای شهروندان ارائه نکند، مردم به رفاه دست نخواهند یافت. 2. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع کشور به دلیل ناامنی ها بخش زیادی از سرمایه ها به بیرون انتقال یافت، در حالی که قرار بود چند پارک صنعتی در ولایت های کندوز، کندهار و ننگرهار ایجاد شود که نشد. 3. انتظار می رفت صفحه تازه در روند سرمایه گذاری در بخش معادن و مخابرات در کشور باز شود، در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کارشیوه دسترسی باز را در بخش مخابرات اعلام کرد و تاکید ورزید که با سرمایه گذاران همکاری جدی می کند. از سوی هم بر بنیاد گزارش نهادهای ناظر بر معادن کشور سرمایه گذاری ها در این بخش ناچیز بوده است. این در حال است که جامعه جهانی به حکومت افغانستان هشدار داده است که میزان فساد اداری را کاهش داده و باید حکومت در هر سال بتواند از 1 تا 1.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جذب کند. در غیر آن کمک های مالی جهان به افغانستان کاهش خواهد یافت.